یادها رفتند و ما هم می رویم از یادها، کی بماند برگ کاهی در میان بادها. کاش در کتاب قطور زندگی سطری باشیم ماندنی، نهاشیه ای از میاد رفتنی. امروز پنجم مهره، پنجمین روز پاییز، و سالهای دور رو تو خاطرم زنده میکنه که آدماش رفتن و دیگه نیستن، که خیلی غم انگیزه. ولی آدمای خوب وقتی هم نیستن یادشون دل آدم رو آروم میکنه، مثل عطری که شیشه خالیشم بوی خوب میده. آشنا شدیم، بعد با هم ازدواج کردیم. به عمه گفتم، همه محرم راز من عمه بود، گفتش که تو فقط یه عکسشو بیا به من نشون بده، دیگه کاریت نباشه. من عکس جمالو بردم به عمه نشون دادم، گفت اصلا دیگه صحبتش هم نکن، هیچ کس حق نداره هیچی بگه. بسیار عالی، بسیار عالی. و اما پنجم مهر، روزی که عقد من بود، بعد صبحش منو بردن آرایشگاهی که خیلی معروف بود اون موقع، تقی بود، خیلی خوب عروس آرایش میکردن و از این برنامه ها. خلاصه رفتیم توی اتاق خانم ارمنی، خیلی خوبی بود، اونجا من نشوند و شروع کرد. از ساعت 9 صبح همینجور این به صورت من مالید، پودر، کرم، روژ گونه، نمیدونم، چشمامو درست کرد، صورتمو درست کرد. اینا من همینجور هرس بخوردم، برای اینکه خیلی آرایش زیادی کرد. بعد که کارش تموم شد ساعت مثلا 11-12 که بعد از ظهر، گفتم دیگه با من کاری ندارین؟ گفت نه دیگه، حالا برو اونجا تقی سرتو درست کنه. گفتم میشه خواهش کنم یه پنبه به من بدین؟ یه پنبه بزرگ گرفتم، شیر پاک کنه ریختم روش، تمام صورتم رو از همش رو پاک کردم. این خانم بیچاره همینجا ماتش برده بود به من. بعد یه روژ کمرنگ زدم به لبم و گفتم حالا بریم. هیچی، رفتیم اونجا، تقیم سرم رو درست کرد و تو رو گذاشت اومدیم. ولی هرگز خاطره اون قیافه اون خانم نازنینی که اون هم من آرایش کرد رو از یاد نمیبرم. اینم یه خاطره بود. پارچه لباس عروسی رو هم از مغازه کدری که تو لاله زار بود اون موقع ها، دکتر کدری رئیسش بود که بعد مغازه ربکا شد، پارچه فروشی خیلی بزرگی بود، و پارچه رو خریدیم. بعد یه مزونی بود تو خیابونی که حالا اسمش حتما عوض شده، خیابون فرح بود، اونجا دوختن. و بعد برای روز عقد کنون از منزل عمه دو سه نفر اومدن و سفره عقد و به اصطلاح خونچه و فلا از این چیزایی که باب بود گذاشتن. و دیگه مراسم عقد کنون تو خونه بود. بعد از اون رفتیم به باشگاه افسران که مهمونی بود و یه عده زیادی مهمون بودن، و جای همه شماها که الان بچه ها و نوه های منین خالی بود.